برای بحث بیشتر در این باره آقای بکتاش اشچی به مجلس نمایندگان افغانستان و دکتر آصف آشنا فعال سیاسی سی در استدیو حضور دارن مهمانان گرامی خوش آمدین آقای آشنا گفتین دکتر آه دکتر با شما آغاز بکنم سیب تنشو دکتر غنی و دکتر عبدالله همچنان ادامه دارند چنانکه که آقای خلیلزاد چندین روز پیش از مراسم سوگند تلاش کرد اما این تلاش ها هنوز هم ادامه داره اما نتیجه نداده و به تازگی سازمان ملل متحد هم وارد عمل شده روشن است گفتگوها و تلاشها ها برای حل این مشکل تا کرون مسمر بودن یا حداقل خوشبینی ایجاد کردن بر از میان برداشت مشکل تشکر بدرود به شما جناب وکیل و مردم افغانستان متاسفانه نه به خاطر که سیاست در افغانستان و بنبست سیاسی که افغانستان با اون مواجه هست دقیقا به این دلیل هست که گفتگو، استدلال، منطق، اخلاق، شرافت، عزتمندی و روی کردها و سیاست ورزی های مبتنی بر قانون اساسی و خطوط سرخ منافع ملی در افغانستان از مدتها به ایسو لحاظ نمیشه ما با یک مجموعه تمامیت خواه انحصار طلب طرف هستیم که نه به قانون اساسی افغانستان احترام میگذارن نه به روندهای دموکراتیک افغانستان احترام میگذارن نه به اراده سیاسی مردم با یک لجاجت و بیپروایی در قبال مسائل بزرگ تلاش میکنه همواره رقیبان خود را به مرگ بگیره و به درد راضی کنه این واقعیت تلخ سیاست افغانستان و با بونبست سیاسی که ما خوردیم دلیلش همی است. برای همین من حسن در چشماندازی که به گفتگوها نگاه میکنم به عنوان حامی سیاسی دکتر عبدالله و تیم انتخاباتیش من عضو تیمش نیستم تا هنوز ولی حامی سیاسی و رای دهنده سیاسیش هستم به این دلیل که در وضعیت موجود نه دکتر عبدالله فرد هست نه اشرف غنی فرد هست این دو جریان سیاسی تقابل دو نوع نگاه سیاسی در امتداد منازعه سی چهل سال اخیر هست و در امتداد منازعه تاریخی قدرت در افغانستان هست بس رای, رای برای همین گفتگی انتخابات اینا ما... طرف مدعی است آقای آشنا بله بس رای بس انتخابات اینا طرف میگه باید دور زدن حق با آقای غنی من از بحث از نفس آنچه امروز آقای یاماموتو گفته که یک حکومت همشمول بر اساس قانون اساسی یا مطابق به قانون اساسی شکل بگیرد، جدا استقبال میکنم و مشوره ما به رئیس جمهور منتخب حکومت همشمول جناب دکتر عبداللهی هست که باید در افغانستان این بونبست باید بر مبنای قانون اساسی حل شود و بر مبنای قانون اساسی بر مبنای قانون انتخابات بر مبنای طرز العمل های حاکم بر پروسه انتخابات پیروز انتخابات برنده انتخابات شخ... دکتر عبدالله هست حالا شخ... اجازه همین دو سه جمله در بدين... سازمان ملل اگر در پی صلح هست اگر در پی منافع ملی افغانستان و امنیت و ثبات سیاسی افغانستان است اگر پروای دموکراسی و حاکمیت قانون و اراده سیاسی مردم افغانستان را داره اول بیاید بفهمه آقای یاماموتو که قانون اساسی چه حکم کرده قانون انتخابات چه حکم کرده طرز العمل ها چه حکم کرده و چی افتضاح و رضالت به اجرا گذاشته شده یعنی 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 سازمان ملل متحد مسئله مساله را درک نکرده تا حالا. اینها میفهمند در افغانستان چی فاجعه ای اتفاق افتاده همه همه همکاران بین المللی افغانستان میفهمند که چی فاجعه ای اتفاق افتاده ولی بسیار بی شرمانه چشم بستند به این فاجعه ای که اتفاق افتاده چرا آقای آشنا باید کامیون افغانستان چشم بپوشن کسانی که گماشتگان سازمان های در افغانستان هستند اینا با توجه به زدوبندهای سیاسی و مناسبات استخباراتی دارن فرصت های کشورهایی را که در افغانستان دارن ضایع میکنه و خیانت میکنه به نیت مردمش که اینها رو روان کرده شما فایل صوتی که از خانم شینکای کروخیل نشر شد گفت که ما شبکه‌هایی در درون یونو ما داریم به خاطر داریم مردم افغانستان هم به خاطر داره مردم افغانستان افتضاح را که آقای یاموتو در قبال مولانا عبدالله و اون اتهامی که زد و آقای مولانا عبدالله بار بار از امی آدم خواست که سند بده تشکر اگر سند داشت یونما ثابت کرده هم در 2014 و هم در انتخابات کنونی که یونما بیطرف نیست تشکر. اون خط را که سازمان ملل متحد دنبال میکنه خط را که منشور کاری سازمان ملل متحد ایجاب میکنه آقای یاماموتو اجرا نمیکنه آقای آماموتور از آقای... پا فرا گذاشته برای همین ما آقای یاماموتو رو دعوت میکنم که اول قانون اساسی افغانستان و قوانین حاکم افغانستان بر پروسه انتخابات را بفهمه بعد بیایه بگویه که حکومت شمول بر مبنای قانون اساسی شکل بگیره اجارتا اینا از تقلب و کودتای تقلب و از نقض قانون اساسی دارن پهلو میزنن تشکر آقای شیب میخوایم دید شما را هم داشته باشم بس به با کجا رسیده بنبست در برابر تلاش ها بر از میان برداشتن تنش های به میان آمده میان دکتر عبدالله و دکتر, دکتر غنی چیست بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما سلام به جناب آشنا و بیننده های زی تلو،, تلو نیوز ببینید در افغانستان قانون اساسی وجود داره در بلد. قانون اساسی افغانستان میگن که افغانستان یک دولت واحد است و و غیر, و غیر قابل تجزیه است بنا بر یک دولت امکان نداره که دو تا رئیس جمهور باشد. ما میتریم کی را می، ما جمهور بگیم که با چند اصل بسیار اساسی وجود داره که باید پوره کرده باشه سه اصل اساسی وجود داره یکی که در انتخابات اشتراک کرده باشه بس بیشتر از 50 فیصد رای گرفته باشه و از طرف کمیسر مستقل انتخابات به عنوان رئیس جمهور اعلان شده باشه و وسیقی انتخاباتی اخذ کرده باشه موضوع دوم در ماده 63 قانون اساسی میگه که رئیس جمهور پیش از اینکه بر وظیفه اشغال وظیفه کنه به وظیفه خود شروع بکنه باید مراسم تعلیف انجام بده و طرز عمل های خو... و طرز که مراسم تعلیف انجام میده در اونجا مشخص است رئیس جمهور با حضور داشته قاضی القضات با مراسم تعلیف انجام میده سوم ما جامعه بین المللی حکومت جدید و رئیس جمهور را به رسمیت بشناسه و او را تایید بکنه این سه اصل در صورت در صورت نگیره ما نمیتونیم کسی رئیس جمهور بگیم بنا اجراعات که در قصر سپیدار برگزار شد او یک واکنش تند سیاسی است نه یک مراسم تالیف چون سه اصل اساسی که وجود داره این سه اصل در اونجا پورا نشد خب انتخابات چیزی که در قانون اساسی درباره انتخابات و معیارهایش گفته شده و پذیرفته شده انتخابات گذشته افغانستان اصل ها و معیارها را داشت دقیقا که داشت چون ما ادارات رسمی که زی هستند جامعه بین المللی که باید ما را رسمیت بشناسه اینها بوده البته در افغانستان قانون هم است در پالیازو یک سلسله عرف ها و تعاملات سیاسی و تعاملات سیاسی هم وجود داره البته که بحث انتخابات ختم شده اما دکتر تیم دکتر سیب عبدالله رای قابل ملاحظه را گرفته که با او ما انکار نمیکنیم من حیث وکیل پارلمان وکیل مردم باید اونا, ها اونا، تیم از اونا هم با باید در حکومت آینده ما باید نقش داشته باشه خب تنها بس تیم ها نیست هر کس باید باید نقش داشته باشه اونها باید, باید نقش داشته, داشته باشن چون یک تعداد انسان ها افراد یک جا آمدن که به پیمانه رای آوردن چون ما در آینده نزدیک بسیار پروسه های کلان و چالش های بسیار کلانی را داریم باید در مجموع سیاسی افغانستان به یک دیدگاه واحد سیاسی به خاطر پروسه صلح باید با هم یک بکنن چون بقای جمهوریت ما مطرح و در آینده با طالبا باید با, یک میز مذاکره باید با قوی برخورد بکنن در غیر از او پراکندگی که فعلا در حکومت در آینده اگر پیدا شود یا تضعیب حکومت آینده به نفع افغانستان نیست صح. ببینید چند من میخوایم کوتاه یک چند موضوع دیگر هم بگوییم ببینید سه موضوع بسیار اساسی وجود داره بر چالش های وجود داره بر حکومت آینده افغانستان در باری چالش ها در حال حاضر گفتین که همه چیز بستوار بر قانون است و حکومت برهبری دکتر غنی هم برآمده از قانون اساسی افغانستان است آقای غنی هم یک روز پس از انجام مراسم تحلیف تاکید کرد روش اگر چنین است چرا پیش از مراسم تحلیف آقای خلیلزا تلاش های فشرده و نفسگیر انجام داد به خاطر از میان برداشتن چالش و بحران به نتیجه بود و سازمان ملل متحد و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان سرگرم رئیزنی برای از میان برداشتن چالش هاست نشان میده که چیز در میان وجود دارد. در افغانستان متاسفانه گرف وجود دارد که دموکراسی ما نوپا هست و هیچگاه نتیجه انتخابات‌های گذشته ریاست جمهوری پارلمانی و شورای ولایتی را هیچ کاری نپذیرفته فعلا یک فیصد رای هم ندارن ما تکت های انتخاباتی را میبینیم که اونها هم ادعای مثلا برنده شدن یا رئیس جمهور شدن دارن یا کسایی که در پارلمان که 2600 نفر در اونجا کاندید کرده بود 249 کرسی داریم ما کسایی که رای قابل ملاحظی نگرفتن اونها هم میگن که ما برنده هستم متاسفانه اونها کلتور سیاسی یا دموکراسی در افغانستان نهادینه نشده بنابراین چون وضعیت سیاسی افغانستان بسیار شکننده است و عرف های متفاوت غیر از قانون اساسی هم ما داریم بناهن جامعه بی بین المللی متاسفانه متاسفانه در افغانستان تاثیرگذار است خصوصاً ایالات متحده آمریکا و ملل متحد بسیار تاثیرگذار است هم در سیاسیون هم در وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان بسیار تاثیر گذار است تا اونها بتانند که مشکلات را بر بیان نبیارند چون در افغانستان فعلا ما میتونیم به یک انبار باروتی را مشابه بسازیم به یک جرقه به یک جنجال ایجاد میتونه بکنم تشکر, تشکر. بلاخره بلاخره تلاش های آقای خلیلزاد جمع پیام موتو که آغاز شده تا کنون تاثیر نداشته در کار نه. از من فکر میکنم که شاید برای چند هفته آینده البته که تیم مد با تیم دکتر سیب عبدالله هم بر حکومت آینده تیم از اونها باید اشتراک بکنن البته اونها هم حق دارن که ولی تعیین بکنن وزیر تعیین بکنن چون به خاطر منفعت افغانستان اونها مطمئن من فکر میکنن که من متقین هستم با حکومت ما حکومت همه شمول باشه در مجموع سیاسی افغانستان مردم افغانستان در اونجا حضور داشته باشن خود در ویترین سیاسی افغانستان باید ببینن و این عرف عرف هم هست ما میخوایم یک مثال هم هیچ جایی ندیدین که مثلا در افغانستان گفته که کل اتباع افغانستان از هر قوم از هر سمت از هر منطقه از حق یکسان داره همشان میتادن مثلا رئیس جمهور شون وزیر شون وکیل شون اما عرف ما عرف هم داریم در پولیزوم ببینید تیکت های انتخاباتی وقتی که تشکیل میشه اگر رئیس جمهور از یک قوم است از پشتون است ببینید ما اول ما اون دوم دو از اقوام متفاوت است بس گفتگوها و میانجیگری های اخیر چه از جانب ایالات متحده ای امریکا و چه سازمان ملل متحد بیشتر به عنوان یک عرف در میان است و برآمده از نتایج انتخابات و هم مشکل در نتایج نیست سه تا مسئله را که آقای ایشچی به پرداخت در قبال تحلیف بله حاضر شکلیات من صد در صد موافق هستم در شکلیات همی هست ولی پرسشی هست من این بحث را ترجیح میدم از همین جا به آدرس یک آقای بگویم و مطرح بکنم که نام خود را مانده قاضی قزات افغانستان و رئیس دادگاه عالی افغانستان سوال ما از آقایی است که توی که آمده یک آدمی که مشروعیت اراده سیاسی مردم افغانستان را با کودت های تقلب به اختطاف برده همین آدم را به قانون اساسی و به قرآن سوگن میتی تو آدم قاضی القضا میفهمی و مطمئن هستی که قانون اساسی سلامت سر جایش مانده خب, خب حکم ماده چیز... چهارم قانون اساسی رب... اجازه بدین من رب... رب... هر سه بحثی که مطرح کردم از بحث حق... تکنیکی نمیرم به اندازه کافی سر این که چه فاجعه ای بر انتخابات اتفاق افتاده اصلا نیاز نداره ما اینجا بحث کنم ولی قضاق... با بحث من به آدرس آقای دادگاه عالی هست که وقت نتیجه که با قانون اساسی و ماده چهارم و ماده شست و یکم قانون اساسی قابل جمع نیست با قانون انتخابات قابل جمع نیست با طرز عمل ها قابل دفاع نیست و در آخرین مورد فیصله کمیسیون شکایات را آقای حبیب الرحمن ننگ دبیر رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات جعل کرد و تصدیق بارکوت را گفت تایید کنین که هست در حالی که حکم کمیسیون شکایات به تصدیق اون هایی که در پشت برگه هست باید تصدیق شود که اینا درست است این فقط تایید کنین شرخ. با توجه به همین ما در حقوق ما به عنوان شاگرد و حقوق دار می بسره با آقای رئیس دادگاه عالی مطرح می کنم که در حقوق یک اصل بسیار بنیادین وجود داره که مبنا بر باطل باطل هست بناً به دلیل اینکه اعلام نتیجه و او ورق پاره را که خانم نورستانی در یک تعامل شرماور با آقای غنی داده اون باطل است بنابراین با توجه به این باطل و چون مبنای درست و قابل دفاع نداره مبنا با قانون اساسی قابل جمع نیست تحلیف رحم که به لحاظ شکلی آقای رئیس دادگاه عالی برای آقای غنی اجرا کرده تشکر. باطل است این یک دوم در جانب دیگر اعلام حکومت همشمول از سوی دکتر عبدالله یک شهامت سیاسی بود و مسئولیت سیاسیش بود من بابت این اقدامش از جنابشان تشکر میکنم اما اجازه بدین یک تشکر بزرگتر اجازه بدین؟ از استفقدر. اجازه بدین؟ یک تشکر بزرگتر از جناب مولوی شهزاده شاهد دارم که شهامت اخلاقی به خرج داد در افغانستان و شهامت سیاسی به خرج داد و با توجه به واقعیت این فاجعه ای که بر انتخابات رفته بود آمد این خطر را این ریسک را متحمل شد و این شهامت اخلاقی را به اجرا گذاشت و برنامه سوگند رئیس جمهور عبدالله را به اجرا گذاشت بنابراین تمام استدلالی که آقای ایشچی میکنه با توجه به قانون اساسی و این تحلیف فقط بحث شکلی نیست محتوا مهم هست قانون اساسی فقط ورق پاره نیست تشکر. قانون اساسی مح... روح است قانون اساسی یک محتوا داره اینها محتوای قانون اساسی را زیر پا کردن و نافرمانی کردند برای همین این بحث با گفتگو حل نمیشه این بحث با احترام گذاشتن به قانون اساسی حل میشه اگر جهان سازمان ملل متحد آقای یاماموتو ایالات متحده ای آمریکا هر قدرت جهانی اگر در پی هست که بنبست سیاسی کنونی در افغانستان با گونه بشکنه که به ثبات سیاسی منجر شوه باید به با قانون اساسی و اراده سیاسی مردم افغانستان احترام گذاشته شوه پیروزی انتخابات دکتر عبد الله از, از دید شما این... یعنی 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 پیروزی دکتر عبد الله رسمیت شناخته شوه از طرف جهانی اگر قانون اساسی اگر مردم تشکر. افغانستان اگر ثبات سیاسی و حساسیت های زمانی رو تشکر. ما درک میکنیم آری در غیر او من چشم به ثبات نمیبینم و اجازه بدین یک جمله اخیر بیرون از ای. اگر دکتر عبدالله و سران تیم ثبات و همگرایی بیرون از این هر تصمیمی بگیرند که او با قانون اساسی با قانون انتخابات با طرز العمل قانونی حاکم بر پروسه انتخابات قابل دفاع نباشد و از پس اقناع مردمی که این پروسه فاجعه تقلب را پیش چشم خود دیده از پس اقناع برآمدنتا نه من فکر می کنم جفا به خودشان میکنن جفا به مردم افغانستان میکنن و ایجاب میکنه که در ادامه کار رد سیاست را ایلا کنند بگذارن که آقا... ام... کشتی شکستر رهبری و مدیریت بکنه تشکر. که از پس این گردونه میتونن براین تشکر آقای اشچی بس است از دیده ب... ب... تیم ثبات و همگرایی و همیانش حال گفتگوهایی که بتانه یک بخش از مشکل را حل بکنه یا به گونه مسلحت را میان دو طرف در نظر بگیره قابل پذیرش نیست دکتر عبدالله می خواهد نتیجه انتخابات لغو شود و یا هم خودش همچون رئیس جمهور افغانستان به رسمیت شناخته شود شما فهمیدین که در گفتگوهایی که نماینده سازمان ملل متحد با خلیلزاد با دکتر غنی و دکتر عبدالله انجام می ته روی کدام مسائل تمرکز میکنن مورد بحث چی سیاسیون افغانستان باید یک سلسله خودگذری ها داشته باشند هیچگاه قیمت مصالحه سیاسی قیمت ارزانتر از جنگ است باید اینا به یک تفاهم برسند حال آن بس انتخابات خو ختم شده <تصح> چون ما فعلا چالش های دیگی هم داریم که اگر اینا, اینا اگر اگر بین خود به یک تفاهم نرسن فعلا اواید ملی ما کایش پیدا کرده و پروسه صلح ما در پیش داریم قوای خارجی از افغانستان بیرون خواهد شد و مهم اساسی است که مردم افغانستان بدانند اگر سیاسیون ما دکتر سیب عبدالله دکتر سیب شفقنی و سیاسیون مطرح افغانستان و شمول پارلمان ما یک راهکار برای بر زیبان بست پیدا نکنند ما بعد سال 2020 هیچ پولی نداریم خب حال حال چگونه راه حل چی است چه باید شما راه حل است من میگم که چون افغانستان یک جغرافی واید است دو تا رژیم خوریم کانادا نداره که باشه خب باید بالاخره بالاخره راه حل راه حل است اگر دکتر سید عبدالله علاقه من دسته که چندین وزیر در پارلمان داشته در کابینه داشته باشن این باید رئیس جمهور میره تایید بکنن اگر اونا میخواین که والی ولی داشته باشن در ولایت هایی که اونجا نفوس بیشتری دارن حقشان است که در اونجا والید تاین شود اما اما خاص را فهمیدین خاص در... را فهمیدین که خاص جناح دکتر عبدالله چیست اما خواست هایی که مثلا بحث شده با آقای خلیزات، دکتر سیب عبدالله و برای رئیس جمهور با ظلمه خلیزات صحبت داشتن اونجا, اج... اونجا صلاحیت های اجرایی میخواین که پس ریاست اجرایی اجرایی یا صدارت اجرایی باشه که ما در قانون اساسی هم همچین چیزی را نداریم و متاسفانه متاسفانه در گذشته حکومت وحدت ملی هم چند تا نتیجه نداده مردم خوشبین نبوده چون برای یک خانواده هم اگر دو سر دو دو وجود داشته باشه یا در یک دولت دو تصمیم وجود داشته باشه امکان نداره قانون اساسی ما میگه که ما سه قوه داریم یکی حکومت است و دیگه قوه قضایی است و دیگه قوی تق... مقنن هستند بنابراین اگر این سی ما قوی چهارم از کجا باید پیدا بکنیم برای کدام مبنا بالاخره اگر سیاسی افغانستان به خاطر آیندی افغانستان از منفعت خود نگذرن صرف به خاطر چوکی قدرت اگر با همدیگر مجادله بکنن این راهکار درست نیست چون ما بر صلح ضرورت داریم بر تفاهم سیاسی ضرورت داریم باید با از یک دیدگاه واحد سیاسی باید ما با گفتگوها بریم اگر ما خارجی ها را قانی ساخته نتانیم ایرا باور این امروز مامورینی که من را مشنون کارگر و معلمین که من را مشنون ما چندین ماه بعد نمیتونیم ما ماشات تا دیزون بپردازیم و مقصر از عزی... این م... م... سیاسیون هستن دکتر سیف عبدالله و رئیس جمهور است من این ایرا مردم افغانستان بدانن چون من عضو کمیسیون مالی بودجه هم هستم بعد از سال 2020 هیچ تعهد بین بین‌المللی وجود نداره فعلا 50 فیصد ماشات ما را و 50 فیصد پروژه های انکشافی ما را جامعه جهانی تمیل میکنن اگر اینها پولی نتا ما نه ماش از داده میتونیم نه اسلحه خریده میتونیم و نه ماشین مامورین کارگر داده میتونیم بالاخره ما دیگر ما نمیخوایم که به 20 سال بعد برویم باز جنگ های داخلی پیدا کنند بنا خواست ما خواست مردم افغانستان آمدن صلح هست تشکر. باید سیاسی تمکین بکنن به یک راهکار را، را، پیدا بکنن تا از این برنبست ما به خوبی خوشی بگذاریم آقای کوتاه باید این مشکل از میان برداشته شود هم در درون و هم در بیرون حاکم چونین شده راه را شما میگین او هم امکان پذیر نیست چگونه پاسخ ما با آقای ایشچی است که خانه از پای سنگ و ایران است خاجه در بند نقش ایوان است امیدوارم چهار پنج سال بعد شش سال بعد جناب همین پرونده رو باز متوجه شوند که در کجا کدام سمت این مسئله ایجاد شده بود راه حل واضح است اما ممکن نیست کی گفته ممکن نیست خب مردم جامعه جهانی از از آقای غنی حمایت کردن جامعه جهانی از, از کدام جامعه جهانی میزنیم از, هم از هم بزن جامعه, بزن جامعه جهانی بزن. جامعه که دوباره طالبان را آمده در یک توافق نامه سیاسی ایالات متحده آمریکا متحدان استراتژیک آینده خود انتخاب کرده با تمام کارنامه یک طالبا کرده امی،, امی جامعه جهانی پس کی رو شما کسی ما را از جامعه جهانی نترسانه جامعه جهانی از اینج رفتنی است آمریکا از اینج رفتنی است دمی و روزا بار خود بند بسته کرده میره مردم افغانستان این سرزمینش است خانهش است زندگیش است تاریخش است هویتش است دیروزش است امروزش است و آیندهش است بحث مایه هست که یک راه حل داره که جناه انحصار قدرت جناه هژمونی خواه جناه سلطه طلب در افغانستان از لجاجت از این بحث ها و داعیه هایی که به زبالدان تاریخ پیوسته دست برداره افغانستان امروز فقط با جمهوریت مبتنی بر اراده سیاسی شهروندانش فقط نجات میابه که هر دو طرف مدعی است که پاسدار جمهوریت است جمهوریت که فقط لباس نیست که آقای نادری میگه ما در پیراهن جمهوریت به گفتگوی طالب میریم جمهوریت یعنی اراده سیاسی شهروندان در چطور ممکن هست با کدام فهم با کدام شعور ممکن هست که شما بیایین شهروند را ارادهش را تشکر. حقش را حقوقش را مطالبات سیاسیش را خفه کنین له کنین استبداد به اجرا بگذارین بعد نامش بگذارین جمهوریت و, و راه حل چون این این, این برای دفاع از جمهوریت چه است این که اینو میگن جمهوری است بحثی است که اگر قرار است افغانستان به ثبات سیاسی برسه باید به اراده سیاسی مردم افغانستان احترام گذاشته شود اگر میخواین در پایان کار یک راهکار سیاسی به دست بیاید دوباره دستور کمیسیون انتخابات برای ما تمام است ما برنده انتخابات هستیم من فقط انتظار دارم که دکتور عبدالله تا پایان مسئله را ایستاد باشد چون تشکر. مردمش ایستاد است مردمش میفهمه که هیچ فرصد. راه دیگهی نمانده است و تشکر. اگر گره سیاسی حل کنه اون گره لغو نتیجه انتخابات و رفتن انتخابات به دور دومه در غیر از او افغانستان به یک بحران سیاسی رفته که تشکر. مسئولیتش متوجه آقای آقای غنیست این تشکر. این بحران ما را هم دچار گسست هم سیاسی کرده تشکر. و این گسست میتونه سلامت جغرافیا رو تهدید و بسیار کوتا آقای شی از دید شما همراه حل همین است و یا مشکل از میان برداشته خواهد شد و <applause> من فکر می که با تلاش های جامی جهانی و غیر از قانون ما عرف هایی که داریم که در مذاکره نشه ما به یک راهکار اینا پیدا خواهد کردن و بس ریاست جمهوری خوب ختم شده تم با تمام شکلیات و ادارات رسمی که زی انتخابات بودن او, او, را اعلان کردن و معرفی کردن بنان دیگر به این مورد بس وجود نداره چون ما دو تا رئیس جمهور باشیم باشیم تشکر آقای اشچیوز به مجلس نمایندگان افغانستان و آقای آشنا فعال سیاسی از حضورتان باز در برنامه